بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مهدی بهنام هستم و خبر پانوراما از شبکه امام حسین علیه السلام رو به سمع و نظرتان میرسانم. سازندگان سلاح فرانسه شریک جنایات جنگی ائتلاف سعودی در یمن هستند. حملات هوایی ائتلاف عربستان باعث ویرانی وحشتناکی در یمن شده است. تسلیحات تولید و صادر شده توسط کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه این جنایات را ممکن کرده است. جت‌های جنگنده ساخت فرانسه و همچنین موشک‌ها و سیستم‌های هدایت کننده تولید شده توسط شرکت‌های فرانسوی در درگیری یمن استفاده می‌شود و شرکت‌های فرانسوی در حالی که به درگیری دامن می‌زنند ممکن است به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که گفته می‌شود توسط ائتلاف سعودی روی می‌دهد کمک کنند. عربستان و امارات از بزرگترین مشتریان صنعت تسلیحات فرانسه هستند. فراتر از غیرقانونی بودن صادرات تسلیحات، تحت معاهده تجارت تسلیحات و سایر هنجارهای بین المللی که کشورها را ملزم به ممنوعیت صادرات تسلیحات به نقض کنندگان قوانین بین المللی می کند، لازم است مشخص شود که آیا این صادرات می تواند مستلزم مسئولیت کیفری باشد؟ لازم به ذکر است در دو روز گذشته نیز اخباری مبنی بر استفاده این کشور از سلاح‌های آمریکایی و انگلیسی که باعث ویرانی‌های زیادی در یمن گشته بود منتشر شد. در پی حمله‌ای که گروه سنی‌های تندروی الشباب مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 10 تن از شهروندان سومالی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. دولت سومالی در بیانیه اعلام کرد عناصری از این گروه سنی تندرو به منزلی در منطقه عبدالعزیز در شمال موگادیشو حمله کردند که در اثر آن 10 غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اوایل ماه جاری رهبران سومالی جیبوتی، کنیا و اتیوپی طی نشستی در موگادیشو توافق کردند که کمپین مشترکی را برای مبارزه با الشباب مرتبط با سنی‌های تندروی القاعده آغاز و مکانیزمی برای هماهنگی عملیات مقابله ایجاد کنند. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی بسته 40 میلیون دلاری دیگری به کابل پایتخت افغانستان رسیده است. در اطلاعیه بانک مرکزی افغانستان آمده از ورود ارز از هر طریق اصولی و قانونی استقبال می‌کنیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم که کمک‌های خود را از طریق بخش خصوصی بانکی انجام دهد. قابل ذکر است سابقا نیز بسیاری از فعالان منتقد ارسال چنین کمک‌هایی به حکومت طالبان بودند، زیرا از نظر ایشان این کمک‌های بین‌المللی صرف هزینه‌های خود دولت طالبان می‌شود و منفعتی برای مردم افغانستان نخواهد داشت. بنیاد جهانی آیت الله العظمى شیرازی با حضور در مراسم روز جهانی عدالت اجتماعی همگان را به تلاش هرچه بیشتر برای تحقق عدالت اجتماعی در جهان دعوت کرد. این بنیاد در پیامی که 20 فوریه منتشر کرده موضوعات و نکاتی در مورد مفهوم عدالت اجتماعی، فقر و نیز حقوق بشر مطرح کرده است. این بنیاد همچنین تصریح کرد بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دامظله دوگانگی نظریه و عمل در میان حاکمان کشورهای اسلامی در برخورد با موضوع عدالت اجتماعی را محکوم می نماید. حجج اسلام سید عبدالعظیم حسنی و شیخ صلاح الحلفی اعضای دفتر مرجعیت نجف اشرف در تازه ترین اقدام خود در همایش خطبا و مبلغان عراقی شرکت کردند. این همایش از سوی دفتر آیت الله العظمى شیخ بشیر نجفی دامظله و با مشارکت شخصیت‌های دینی و حوزوی، طلاب علوم دینی و نمایندگان مراجع اعظام تقلید برگزار شد. همچنین در فعالیتی دیگر اعضای دفتر مرجعیت در مراسم ادبیات حسینیه قابچی در نجف اشرف شرکت کردند.
رؤسا و مسئولان اتحادیه عمومی هیئات بغداد از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر بغداد طی روزهای اخیر نشستی برگزار کردند. این نشست با هدف برنامه ریزی برای بزرگداشت اعیاد شعبانیه در کشورهای عراق و ایران برگزار شد. در این نشست تصمیمات لازم برای بزرگداشت این ایام اتخاذ شد. همزمان با فرارسیدن اولین روز از ماه شعبان، اقدام نیکوکارانه دیگری از سوی دفتر آیت الله عظما شیرازی در شهر مهاجانگا انجام گرفت. بنابر اعلام حجت الاسلام، شیخ محمد رضی مدیر دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر مهاجانگا در کشور ماداگاسکار در اولین روز از ماه شعبان 1444 هجری قمری بسته های معیشتی بین خانواده های نیازمند شیعه این شهر توزیع نمود. لازم به ذکر است این اقدام نیکوکارانه در عمل به توصیه های مرجعیت شیعه مبنی بر حمایت از نیازمندان و در چارچوب فعالیت های خیریه این دفتر انجام شده است. در دوران مدرسه به ما آموختند که زمین چهار لایه اصلی دارد، اما اکنون دانشمندان اعلام کردند که احتمالاً یک لایه پنجم پنهان در هسته داخلی زمین وجود دارد. شواهد جدید در مورد احتمال اینکه هسته داخلی زمین دارای یک هسته داخلی مجزا از خود باشد، در روز گذشته 21 فوریه در مجله نیچر کامونکشن منتشر شده است. جدیدترین یافته ها نشان می دهند که این درونی ترین هسته داخلی زمین ممکن است یک توپ آهنی با شعاع حدود 650 کیلومتری درون هسته داخلی زمین باشد. تشکر از همراهی شما با خبر پانوراما. خدا نگهدار.